روهینگیایی ها که به دلیل خشونت های نظامی در میانمار و شرایط نامساعد در اردوگاه های بنگلادش ناچار به فرار به مالزی شدند، اکنون با چالش های جدی در این کشور مواجهند. عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و اشتغال این گروه را در معرض خطرات جدی قرار داده و سازمان پزشکان بدون مرز تلاش می کنند تا با ارائه خدمات پزشکی و روانی به بهبود وضعیت آنها کمک کنند. ابتدا به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. روهینگیایی ها حتی در شرایط تبعید در مالزی با مشکلات فراوانی روبرو هستند که شامل دسترسی محدود به خدمات بهداشتی، آموزش و اشتغال می شود. در ایالت پنانگ، سازمان پزشکان بدون مرز به ارائه خدمات پزشکی، روانی و انسانی به این پناهجویان می پردازد. در حال حاضر، حدود 200,000 روهینگیایی در مالزی زندگی می کنند و نداشتن وضعیت قانونی آنها را در معرض خطرات جدی مانند استثمار و کار سیاه و بازداشت قرار می دهد. بسیاری از پناهجویان با مشکلات روحی ناشی از ناامیدی و شرایط سخت زندگی مواجهند. دکتر سای شادری کومارگورو از پزشکان بدون مرز می گوید بیشتر بیماران ما دچار مسائل روانی هستند. همچنین شرایط بهداشتی نامناسب و شیوع بیماری‌های عفونی مانند سل و سرخک به مشکلات این جامعه افزوده است. تعداد روهینگیایی‌هایی که برای رسیدن به مالزی از سفرهای دریایی خطرناک استفاده می‌کنند در حال افزایش است و در سال 2023 بیش از 4400 نفر به این کشور رسیدند. بسیاری از این افراد تجربیات تلخی را در طول سفر خود تجربه کردند و با واقعیت‌های ناامید کننده در مالزی روبرو می‌شوند. حضور کارکنان داوطلب روهینگیایی در خدمات پزشکان بدون مرز به فهم بهتر مشکلات جدیدی که به این کشور می‌آیند کمک می‌کند. در مجموع وضعیت روهینگیایی‌ها در مالزی نیاز به توجه و حمایت جدی از سوی جامعه جهانی دارد. همراه هستیم با دکتر محسن توکلیان، کارشناس جامعه شناسی سیاسی، مترجم و پژوهشگر از تهران. آقای دکتر توکلیان سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر، با توجه به چالش‌های فراوانی که روهینگیایی‌ها در مالزی با آن مواجه هستند، به نظر شما مهمترین اقداماتی که می‌تونه به بهبود وضعیت آنها کمک کنه چیه؟ بفرمایید. به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون عرض کنم وقت صدای من میپیچه. عرض کنم خدمتتون که یکی از موزرات پناهجویان روهینگیایی باش وضعیت حقوقی این افراد پناهان در مالزی به عنوان شناخته نمیشه و در یک وضعیت غیر قانونی تغییر این وضعیت از سوی دولت مالزی خودش اولین گام باشه این افراد به عنوان پناهجو به رسمیت بشناسه. نکته بعد اینه که باید کشور سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه بخش‌های سازمان ملل که مربوط به امور خصوصی هستند و همچنین سازمان کنفرانس اسلامی برنامه‌هایی برای حمایت از به ویژه ارز کنم به خدمتتون که من به این مالی کافی تخصیص کنم تا بشه پناهجویان رو سازمان گری کرد. در کنار این باید دولت مالزی اقدام به آموزش به پناهجویان بکنه و اونها رو به شرایط و فرهنگ مالزی آشنا کنه و روز رو برای اتمام این افراد در کشور مالزی فراهم کنه. از طرف دیگه مسئله رو ویژه‌ای‌تر برخورد کرد. برکنی این که فشار بر دولت روی دولت میانمار وارد بشه تا تغییر رویه بده و مثلا آزاد وضعیت مسلمان ها برگرده و
کرایت رو فراهم کنید و این تناجین بتونید به کشور و سرزمین خودشون برگردن و اونجا با ارزش و آسایش زندگی کنید. بله، با تشکر از دکتر محسن توکلیان، کارشناس جامعه شناس سیاسی، مترجم و پژوهشگر از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.